صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چسون روز و شب چرا از غم کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض السلام وأداء واحترام خدمت همه شما حسين نعلا و برنامه تکیه بین الحرمین در خدمت همه شما هستیم. استدیو بین الحرمین شبکه جانی حسین علیه السلام، بهشت روی زمین، کربلا یا سید الشهدا روحی له الفدا، جای همه شما کربلا خالی است. این ایامی که در آستانه محرم الحرام آقا ابی عبدالله صلوات الله علیه به سر میبریم و این لحظات و ساعات را سپری میکنیم، شاهد عاشقانه های بسیار زیبای مردم کربلا، اهالی مواکب هستیم. هر کسی که صاحب موکب هست و تکی دارد مهیا شده است. شاید در کلیپ های مختلف ملاحظه کرده اید، دیده اید که مشغولن هیاهوی محرم در کربلا شروع شده است. فونداسیون تکیهاشون رو زدن، مشغولن، همه مشغول سید الشهدا صلوات الله علیه، همه مشغول مناجات و عبادت هستن. بله، به همین عبارت عرض میکنم، عبادت. عبادت آن است که انسان توجهش به محبوب باشد. آن کسانی که حضرت حق جل و علا قرار داده است که توجه و معرفت به آنها باعث معرفت به حضرت حق جل و علا می شود، حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، دستور است از خاتم الانبیا. تعظیم شعائر سید الشهدا دستور است. الحمدلله که موفق هستند. امیدوارم که در هر جای این عالم هستید، هر جای این کره خاکی هستید، در شهر و محله شما هم بوی محرم وزیدن آغاز کرده باشد و استشمام کنید آن روحانیت بوی محرم آقا سید الشهدا روحی له الفدا. همت کنید برای شب اول محرم، تعویض پرچم گنبد مطهر سید الشهدا کربلا حاضر باشید.
کسانی که تا حالا نیامدن قصد کنند بیایند. یک بار هم که شده در عمرش انسان باشد آن لحظه‌ای که صدیقه طاهره صلوات الله علیها قطعاً حضور در کربلا دارد، امام زمان قطعاً حضور در کربلا دارند، لحظه تعویض پرچم حرم سید الشهدا و حرم برادر باجان برابرش قمر بنی هاشم، لحظه غیر قابل توصیف در و دیوار کربلا در حیاهو و اقامه عزای سید الشهدا است. مثال زدم بارها برای رفقا لحظه ای که در کربلا هستیم، خاص ایام دهه اول محرم، این حس را دارد که همان گونه که قلب خون را به همه اعضای بدن پمپاژ می کند می رساند، کربلای سید الشهدا نبض تپنده شیعه است. شهر کربلا را عرض می کند، تمام حرمهای دیگر، تمام حسینیه ها، تکیه ها، موکب ها، تمام دستجات عزاداری این انرژی را دارن از کربلا میگیرن و شما در همان مرکز انرژی قرار دارید، در همان مرکز نورانیت قرار دارید. حس عجیبی است، حال غریبی است. امیدوارم که کسانی که تجربه نکردن امسال تجربه کنند انشاءالله. امروز روزی است که چند مناسبت در آن واقع شده است، روزی است که از پر فضیلت ترین روزهایی است از نظر مناسبت و فضائل حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، خاتم بخشی امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه. روز مباهله، روزی که حدیث کسا، حدیث شریف کسا در امروز واقع شده است، در آن واقع شده است. یک یک بخواهم راجع به همه این مناسبت ها توضیح بدهم که بر سر سفره اکرام و انعام حضرات آل الله نشسته باشم، باید خیلی موجز و مختصر بیان کنم. مجمل آن، مفصل آن با شما باشد، مجملش رو انشالله عرض میکنم. از مباهله شروع کنم. مباهله فضیلتی که غیر قابل انکار است، حتی دشمنان هم نمیتوانند انکار کنند. حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله مقابل مسیحیان بنی نجران و آن آیه‌ای که نازل شده است عذرخواهی میکنم و معرفی امیر عوالم امیر المؤمنین به کلمه انفسنا در آیه مبارکه، یکی از فضیلت‌های بسیار نورانی حضرت مولا صلوات الله علیه است. این آیه استناد به این آیه را میبینیم که در شیمه و روش حضرات آل الله به وفور دیده میشود. در حضرات آل الله وقتی که میخواستن نسبت خودشان را با رسول خدا صلی الله علیه و آله برای دشمنان بیان کنند، آره مایه تعجبه بله، بودن کسانی که انکار نسبت حضرات آل الله صلوات الله علیهم با رسول خدا را میکردن، آری با وجود این همه روایتی که از رسول خدا موجود است، فریقین هم نقل کردند. حتی در همین کربلا 61 هجری انکار نسبت سید الشهدا با رسول خدا را می کردن کسانی که تبعه متخلفین ثلاثه بودند، نماز هم می خواندند، کت بسته البته. یعنی اشاره می کنم که بدانید چه فرقه و چه گروهی هستند اینها. انکار می کردن نسبت را. هارون لعنت الله علیه، هارون نارشید مقابل حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه انکار نسبت موسی بن جعفر صلوات الله علیه با رسول خدا را داشت. عمر در همان بدایت وصایت و خلافت امیر عوالم امیر المؤمنین و غصب حق امیر المؤمنین غصب فدک، عمر همانجا انکار کرد در مسجد وقتی مولا را آورده بودند. ابوبکر نشسته بود بر منبر، بایع ابوبکر، به مولا این گونه میگوید بیعت کن. آنجا وقتی امیر عوالم میگویند که من اخا رسول خدا هستم، برادر را انکار میکند، انکار میکند. اما عبدالله فنعم و اما اخا رسول الله فلا. ببینید موجود است، فریقین هم نقلش کردند. وقتی که دشمنان انکار نسبت حضرات آل الله میکردند با خاتم الانبیا و این مطلب را که از رسوم عرب بوده است و از چیزهایی است که قرار دادی بین عرب بوده است و به تبع تمام مردم، این که نسل ما
از فرزندان پسر منتقل می شود. این عبارتی که بعضی هم منصوب می کنند به عمر که اولادنا اولادنا و اولاد ابناءنا اولادنا و اولاد بناتنا ابناء غیرنا، فرزندان ما پسران ما پسران ما هستند، پسر پسر من هم پسر من هست، ولی پسر دختر من پسر دیگری است. این را نقل میکردن، ولی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله به کرات و مرات فرمود نسل من از صدیقه طاهره صلوات الله علیها میماند. کوثر اصلا شأن نزول سوره کوثر است. به هر عنوان وقتی که انکار میکردن، حضرات آل الله به آیه مباهله استناد میکردن و میفرمودن که ما از ابناء رسول خدا هستیم. چرا؟ چون در آیه وقتی خداوند علی علا بیان میکند خمسه طیبه آمدن مقابل مسیحیان بنی نجران از حسنین صلوات الله علیه ما، به تعبیر ابناءنا استفاده میکنند. روایتی است از حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا مقابل مأمون نارشید لعنت الله علیه. آنجا حدود روایت از در سیاق شاید یک خط یک خط و نیم است، ولی چنان حضرت ابوالحسن جواب او را میدهند و میگن به دلیل ابناءنا، که توصیه میکنم ببینید خود سیاق روایت هم زیباست، قدری احتیاج به تفکر دارد فهم سیاقش، ولی زیباست. از بلاغات و فصاحات کلام حضرات آل الله هست این عبارت. به هر عنوان ما هم بدانیم وقت استدلال صحبت از نسائنا که میشود صدیقه طاهره منظور است صلوات الله علیها، ابناءنا حسنین است، و انفسنا امیر عوالم امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام است. که آنجا آن بزرگ مسیحیان میگوید چهره هایی که من میبینم اگر دست به دعا بردارند، خداوند علی اعلی قادر است به دعای اینها کوه ها را جابجا کند. ببینید از مسائلی که الان بعضن این روشن فکرها که نام است مسمایی ندارد، کسانی که دایره روشن فکری دارن غرق در تاریکی فکر هستن، اینها با اینکه مقابل رسول خدا بودن، با اینکه از آنها طلب جزیه شده، با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله نامه نوشته بود که اگر میخواهید در پناه مسلمانان باید قواعد را رعایت کنید، قوانین را رعایت کنید، مقابل کرد، آنها هم اقرار به این مطلب بودن که این چهره هایی که میبینیم اگر دست بر دعا بردن خداوند علی علا کوه ها را جابجا میکنه. دشمن تصریح به این اثر دعای حضرات آل الله دارد، ولی بعضی از این کوته فکرها که نام خودشان را روشن فکر میگذارن، وقتی که میگوییم حد اقل مطالب را، حد اقل را مثل شفا دادن در حرم یا نظیر اینها را، در پی استنکار می آیند، در پی استعظام می آیند، در پی رد و انکار می آیند. چیزی که حتی عوام مردم هم راجع به حضرات آل الله اقرار داشتن، حتی دشمنان هم اقرار داشتن، از بس که مطالعه نبوده است، از بس که حجت بر آنها تمام نشد و غرض و مرض دارن، در پی انکار می آیند. خیر آقا، اگر بنا چنین بود خود حضرات آل الله مقابل کسانی که شاید بر انکار برایند بعضی از امور را نمی فرمودن یا انجام ندن، ولی هستن همیشه مانند ابو جهل ها که خاتم الانبیا صلی الله علیه مقابل دیدگان او معجزه را نشان می دهد و او فریاد می زند سحر در شما بنی هاشم معمول است. ببینید اینجا دیگر وقتی برهان قائمه می شود، وقتی که معجزه رخ می دهد و انکار می کند، یک کفر طرف مقابل مشخص است. میان برنامه را ببینیم و برگرد. مولا مولا علی 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 پیش آه و ناله مظلوم لرزان هم شد دید، پیش آه و ناله مظلوم لرزان هم شد دید،
غران چو شیر نر علی. پیش آه و ناله مظلوم لرزم همچون بید، گاه رزم ظالمان غران چو شیر نر علی. جانم علی، جانم علی، ای جان جان نانم علی. مولا آسمان دانش و فرهنگ را محور علی است. جانم علی، جانم علی، ای جان جان نانم. الله عليك يا امير المؤمنين يا اسد الله الغالب يا مظهر العجائب. مدد کند حضرت مولا به همه ما ان شاء الله. خب گفتیم، عرض کردیم مطالب راجع به مباهله و محل دقت است مسلما. چکیده مطلب این که استدلال بر انفسنا، استدلال بر ابنائنا در سیره حضرات الله صلوات الله علیهم اجمعین به وضوح دیده می شود. پس این را ما باید بدانیم و بیاموزیم که برای استدلالها از چه جاهای استفاده کنیم مقابل مستنکرین. مطلب دومی که به نظر حقیر رسید راجبش صحبت کنم و بر سر سفره فضائل مولا من هم گوشه‌ای بهره مند شوم، این است که در روز خاتم بخشی امیر عوالم امیر المؤمنین نزول آیه ولایت، آیه‌ای که باز فریقین تصریح به آن دارند که در شأن حضرت ولی الله وجه الله اسد الله الغالب مظهر العجائب و الغرائب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة و السلام است. نکته‌ای که به نظر حقیر میرسد که توجه بدم شما عزیزان را، البته جسارتی نباشد انشاءالله، میدانم که میدانید، فقط توجه بدم که این نکته را ضم به این موضوع کنید، آن این است. میبینیم در سیره متخلفین سگانه، در سیره کسانی که در مقام غصب حقوق آل الله صلوات الله علیهم اجمعین نشستن، این مسئله رخ میدهد. بعضی نوشتن 70 مرتبه در نمازش سناریو میچیند، کسی را میگمارد که بیا در نماز از من طلبی کن، من هم انگشتر را به تو میدهم، که این تئاتر را چندین مرتبه اجرا می کنند، ولی نه آیه ای نازل می شود، نه اصلا برای او فضیلتی به حساب می آید. یه عده از کسانی که دنباله او هستند و مدام این عبارتی به کار ببرم، آنها می گویند و ولی می بینیم که وقتی که از حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین صلوات الله علیه سر می زند، فضیلتی است که هم خود حضرتش و هم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و هم حق جل و علا مباهات به آن میکنند. حالا باز بعضی میگویند که چرا گفتی حق مباهات؟ بله، مگر در لیلة المبید خداوند علی علا مباهات نکردند بر ملائکه؟
روایتش که موجود است. مطلق فضائل مولا را میگویم. وقتی که از حضرت مولا سر میزند، وقتی که از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله فضیلتی سر میزند، وقتی که از حسنین، وقتی که از صدیقه طاهره تا مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف سر میزند، فضیلتی آن فضیلت را حضرت حق بیان میکند و در شمار فضائل میآید و بین شیعیان و مؤمنین هم گفت و شنود می شود و استدلال می شود چرا از دیگری که سر می زند. با این که مسئله اگر نگاه کنی عین حرکات است، شاید در بعضی از جاها که کمی رنگ و آب بیشتری هم بدهن ظلم و کفر دشمنان، ولی آنچه که از مولا سر می زند فضیلت بیان می شود. حالا به این نکته دقت کرده اید؟ مثال دیگری را به همین مثال اضافه کنم و در مطلب بیاورم، چون در آستانه محرم هستیم، اینجا جای آن است که بگویم بسیار کسانی در طول تاریخ شهید شده اند. شهید به معنای واقعی را عرض میکنم، از انبیا، از اوصیاء انبیا، حتی راجع به سحره زمان حضرت موسی که ایمان به حضرت موسی آوردن و فرعون دستور داد آنها را به قتل رساندن، عبارت شهید دارد در روایات که نقلی هم هست که در زمان رجعت می آیند با همان لفظ شهید هم آمده است. بسیاری را شهید نامیدند. می بینیم در مصائب انبیا مصائبی رخ داده است که به شدت ناگوار است، حتی گفتنش هم انسان را به درد می آورد، شنونده را به درد، ولی مصائب سید الشهدا روحی له الفدا می شود، مصیبتن ما اعظمها، هیچ مصیبتی بالاتر از آن نیست. چرا؟ به این نکته دقت کرده اید؟ دو مطلب شد، یک در فضائل، از حضرت مولا سر می زند، آفاق را می گیرد، ملائکه گفتگو می کنند، مؤمنین گفت و شنود می کنند، و مصائب وقتی که جهتش بر سید الشهدا روحی له الفدا، بر صدیقه طاهره صلوات الله علیه هاست، حضرت محسن سلام الله علیه، امیر عوالم فضل و رب الکعبه، تهدمت والله ارکان الهدا، ندای آسمانی جبرئیل است و دیگر از مصائب حضرات آل الله که بالاتر از آن، هرچند در روایتی از امام صادق صلوات الله علیه که یوم روز آتش زدن خانه را اشاره می کنند، ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند عاشورای سید الشهدا نیست، هیچ روزی. چرا چنین است؟ یک اشاره می کنم، راجع به آن باز هم صحبت کرده این برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند و مطالب تکیه بین الحرمین برای آنها جالب و شنیدنی است. آن این است که فضیلت برای این بین آفاق شهره می شود، گفتگو می شود که از کسی صادر شده است که او خود منبع فضیلت است، و مصیبت بر کسی وارد شده است که نظیر او در روزگاران نیست، نظیر او نیست در روزگاران، که بخوای بگی مصیبت فلان هم مانند مصیبت نستجیر بالله ذوالجناح سید، بذار اینطوری بگم ذوالجناح سید الشهدا است، اصلا نمی شود، چون هیچ کسی را یارایی بودن در آن مقام و جلالت نیست، نیست رتبه آن رتبه نیست که تو مثال می زنی، رتبه آن رتبه نیست، هیچ کس را آن رتبه نیست. فضیلت را، فضیلت از کسی سرزده است که تمام حرکات او فضیلت است، فضیلت از کسی سرزده است که تمام قول او فضیلت است، نفس کشیدنش فضیلت است، فضیلت ساز است، کسی که اتباع او کند صاحب فضیلت است. شیعیان، شیعیان فضلاء روزگارند، فاضل دهرن و فاضل در محشر و قیامت هم هستند. تصریح روایت است، تصریح روایات است. پس فضیلت وقتی شناخته می شود به کنه معنا که ببینی صاحب فضیلت کیست. به عبارت روانتر بیان کنم، امیر المؤمنین است که فضیلت را فضیلت می کند. سعسعه مگر نگفت خدمت مولا که خلافت به تو زیبا می شود، خلافت به تو، تویی که زیبا می کنی خلافت را، نه اینکه شما نستجیر بالله. مگر در زیارات نمی خوانی؟
شرفت بکلمکه تا من، به وسیله شما مکه و منا شریف شده است. او منبع است، مصدر است، در فضا منبع نور است، هر چیزی که نورانی است از او نورش را گرفته. لذا اگر دیگران انجام بدهند، نه اینکه فضیلت نیست، بلکه مایه به قهقرا رفتن خود و تبعی خود را دارند. چرا؟ چون در مقابله با نور، هرچی که در مقابل نور ایستاد ظلمت است، هرچی در مقابل نور ایستاد ظلمت است، حد وسط ندارد، حد خاکستری نیست، یا سفید است یا سیاه است. خاکستری نداریم در معنویات، در اعتقادات، یا این طرف یا آن طرف. در کربلا نداریم یا این طرف یا آن طرف. حد وسط بعضی داعیه میانه روی داشتن، مثل ابو موسی اشعری لعنت الله، مثل کسانی که کربلا نیامدن و از کسانی بودند که جزء اصحاب هم شمرده میشدن، نیامدن، میگفتن ما میخواهیم میان، ولی میبینیم که دهر و تاریخ آنها را ملعون میداند. میانه ندارد کربلای سید و میانه ندارد. ولایت امیر عوالم امیرالمومنین جایی برای مماشات و مسامحه نیست در ولایت. ذره ای تمرد خزلان است، خزلان هم ملعون بودن را در پی دارد. تکرار میکنم به خاطر بسپارید، ذره ای تمرد خزلان است، خزلان هم لعن را در پی دارد. تمام است. پس مصدر فضیلت است که آن فضیلت را فضیلت کند، نه اینکه چون امیرالمومنین صلوات الله علیه خاتم بخشیدن به سائل به آیه نازل شد امیرالمومنین، نه خیر، این حرکت صاحب فضیلت شد، خاتم بخشی صاحب فضیلت شد و از نمایه های ولایت امیر عوالم امیرالمومنین برای معرفی خداوند علی الان را استفاده می کند در آیات باهرات. چرا؟ چون خصیصه می شود، مخصوص می شود، و وقتی که به کنایه گفته شود ابلغ از تصریح است. و عرضم به خدمت شما مبانی که در علم کلام به آن پرداختن، علم عرضم به خدمت آیات و قرآن به آن اشاره کردن که تصریح در بلاغت اهم، کنایه در بلاغت اهم از تصریح است. از خواهی بله، با این اتفاقاتی که افتاد، درگیری که ما داریم راجع به اتفاقات گذشته که اکثر شما میدانید قدری تمرکز سخت است، میخواهیم هم بگوییم، ولی بعضی از چیزها مانع میشود و رعایت بعضی از امور مانع میشود که انشالله رسیدگی شده است و میشود، رسیدگی شده است و میشود. عرض به خدمت شما و حدیث کسا که دیگه وقت گذشت، جمع حضرات آن هم یه نکته بگویم، محل رجا و امید برای همه محبین باشد. هر وقت خمسه طیبه صلوات الله علیه مجمعین گرده هم جمع آمدن و فضیلتی خداوند علی اعلی برای آنها بیان می کند، اظهار فضائل و نورانیت حضرات آل الله می شود، حضرات شیعیان و محبین خودشان را فراموش نمی کند. در انتهای حدیث کسا می بینید وقتی که امیر عوالم امیر المومن از خاتم العالمین صلوات الله علیه ما می پرسد که حال که نشستیم چه می شود، رسول خدا هر چه می فرماید از مفاد تحت کسا جمع شدن خمسه طیبه برای شیعیان و محبین است. حتی نقل روایتش برای شیعیان و محبین ثمرات دارد. این از خاندان کرم، خاندان لطف نشستند و شیعیان را فراموش نکردند. بخوانید حدیث کسا را اول برای فرج و بعد هم برای اینکه شر دشمنان ولایت از سر همه کم شود. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان، هدیه محضر علی ابن مستردا صلوات خط کنید. یا علی مدد. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور نوايب كربلا صرخة يتيمة ترن بموجتي لحن الهضيمة.